حتما زیاد شنیدید که رژیم در بومبسته از رژیم حرکتی رو به جلو دیده نمی شود و راه حلی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نداره چرا رژیم در بومبست است؟ چرا هر قیامی رو سرکوب میکنه قیام بعدی رادیکالتر میشه؟ علت اینکه که خامنه ای حاضر به تقسیم قدرت نیست چیه؟ برای پاسخ به این سوالات آقای حسین پارسا رو همراه خودمون داریم تا به این سالات پاسخ بده با سلام آقای پارسا و ممنون از حضورتون در این برنامه من هم سلام دارم به شما من... و بینندگان <applause> تلویزیون ایران آزادی با تشکر از فرصتی که به من دادید آیش میکنم همونطور که اشاره شد در بنبست بودن حکومت تاکید شده چرا میگیم رژیم در بنبسته و از محلکه سرنگونی جان به در نمیبره بله اجازه بدید بس. اول یه اشاره به این کلمه بومبست که در محاورات الان وجود داره خیلی کوتاه بخوام اشاره کنم و یه تعریفی از این بومبست بکنم بومبست توی به اصطلاح محاورات سیاسیمون یه جایی که مسئله راه حل نداره و حرکت به جلو نمیشه کرد میگن آقا این مسئله در بومبسته یعنی اگه کسی یا یه نهادی یا یه حکومتی نتونه مسئله را حل کنه به این معنی که اون حکومت تو بنبسته یعنی به خصوص این دولت ها وقتی درگیر مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی و سیاسی گسترده میشن و نمیتونن راه حل داشته باشن تو این وضعیت بنبست به چشم میخوره و دیده میشه برای حل هر مسئله مسئله اجتماعی اقتصادی باید یک راه حل پیچیده ای را به کار گرفت و در واقع در یک ساختار سیاسی تغییرات داد از این نظر رژیم تو بحران هستش و بنبست هستش و نمیتونه ابر بحران هایی که خودش داره به اصطلاح راه حل پیدا کنه و رو به جلو حرکت کنه الان اجازه بدید یه چند سال عقبتر وضعیت رژیم رو یک نگاهی بکنیم شما سال 96 نگاه کنید وضعیت که سال 96 به وجود اومد به ما نشون میده علا رقم همه سرکوب ها و همه ترفنده و بند بست های بین که رژیم انجام داد از اون مرحله راه برون رفت نداشت یعنی برون رفت استراتژیکی و آینده داری نداشت در نتیجه یه جناه خودشو تصویه کرد و این که میگم راه حل به برون رفته استراتژیک نش به چه معناییه به این معنا هستش که برای این بحران و هر بحران دیگه نمیتونه یک راه حل دراز مدت به دست بیاره میاد به اصطلاح بحرانش که بحران به شکل گسترده تر و سنگین تری به خودش خودش نشون میده مثلا در مورد مسائل اقتصادی خامنه شما نگاه کنید با مشکل و بحران تورم و گرانی افسار گسیخته دست به گریبانه و حکومتش خیلی هزینه گذافی داد این مسئله رو جواب بده اومد در سال 98 برای حل این مسئله بنزین گرون کرد ولی ما بلا فاصله مواجه شدیم با چی مسئله ای قیام سراسری آبان 98 خامنه اینو پیش بینی میکرد میدونست ولی چون راه حل رو به جلوی نداشت ناچارن این کار کرد برای خودش برید که این بحران با کشتار کشتر رو گسترده حل فرض کنه و در واقع نتونست راهی برای جلو باز کنه بلکه موضوع پیچیده تر شد یا یه مثال ساده تر بزنم وقتی میگیم بومبست بومبست مثل یه قفله هر قفلی نیاز به کلید خودش داره اگر شما این کلید نداشته باشین این قفل خرابتر میشه یا هر مشکلی یک راه حل داره مشکلات صد تا راه حل ندارن ما برای به اصطلاح حل مسائلمون اگر سراغ راه های فرعی بریم کمکی به حل این مسئله نمیشه به قول ریاضیدان ها میگن هر مشکل یک و فقط یک راه حل اصلی داره بومبست های حکومتی هم اینجا بومبست های حاکمیت هم اینجا باید با یک راه حل مشخص تغییر ساختار سیاسی پیش بره یعنی راه حل واقعی خودش داشته باشه ولی چون نظام به راحل های واقعی تن نمیده در نتیجه با ساختار نظامیش یعنی با سرکوب با تروریزم با چپاول و غارت با اعمال حاکمیت از طرف بیت خود خامنه ای سپاه میخواد چکار کنه این تضادها را حل کنه در نتیجه نمیتونه راه رو به جلوی پیدا کنه بل اجبار این مشکلات و تضادها تبدیل به یک دوملای چرکی میشن و هر روز رو هم تلنبار میشن و هر وضعیت اینجوری در نتیجه توی مثل میگن آماس میکنه و بدتر میشه و هر روز اوضاع و خیمتر میشه حالا با این وضعیت چرا, نمی... چرا ما میگیم که رژیم نمیتونه از این محلکه بجز سرنگونی در سرنوشتش باشه و جون سالم به در ببره چون همطور که اشاره کردم مشکلات اقتصادی اجتماعی از یا مشکلاتی در زمین آزادی ها هر مشکل سیاسی تو این رژیم هر روز وضعیت بدتر و بدتر شده مردم هر روز نارضایشون بالاتر و بالاتر رفته و این وضعیت وقتی که گسترش پیدا میکنه یعنی شرایط عینی هر روز آماده تر میشه توی صحنه ما میبینیم وقتی مردم وارد این صحنه میشن فقط چیزی که دارن شعار مرگ بر خامنه سر میدن شعار میکشم میکشم سر میدن و در مقابلش خب رژیم از این وضعیت هیچ برون رفت استراتژیکی نداره نمیتونه به پیش بره تجربه این چند سالم نشون داده تمام قیام ها از 96 تا 98 هیچ راه برای رژیم به اصطلاح از این قیام ها راه برون رفتی نداشتی هر کاری هم کرده سرکوب کرده با این به اصطلاح ارگان های سرکوب گرش. این قیام شولش یه جای دیگه فروزانتر شده آتشینتر و رادیکالتر خودش نشون داده و همچنین از طرف این قیام به هم نزدیکتر شدن در مقابل رژیم هر روز سرمایه از دست داده در بالا به اصطلاح جناح اصلاحات از دست داد تو جامعه قشر به اصطلاح فرودست به صحنه اومد همه این وضعیت نشون میده که رژیم هر روز ضعیفتر شده در مقابل سازمان رزم کانونهای شورشی هر روز در حال گسترش عملیات ها گسترش پیدا کرده و میشه به سادگی نتیجه گرفت که در این تعادل سرنگونی محتوم در انتظار این رژیم هست اما ما درسته که زمان و مکانیزم دقیقی نمیتونیم برای این مسئله بگیریم ولی صد درصد این وضعیت اتفاق خواهد افتاد بله شما گفتید که قیام ها گسترده تر و رادیکالتر و آتشین تر خواهد شد دلیل این حرفتون چی هستش واقعا بر چه اساس اینو پیش میکنید ببینید قبل هر چیز بایستی به خواسته ها هایی که مردم برای خلاص شدن از این رژیم دارن توجه کنیم اگر پروسه به اصطلاح حرکت های مردم و مقاومت بعد از هر قیام شما نگاه کنی این قیام ها گسترده تر عمیقتر شده یا قویتر و به اصطلاح آتشین تر رو صحنه مردم اومدن از طرف دیگه رژیم تعادلش از دست داده تعادل سیاسی نداشته در مقابل چکار کرده به نیروی سرکوبگر رو آورده و این نیرو را گسترش داده این به اصطلاح معادله نشان دهنده ضعف یک حکومته یعنی ضربات کیفی و تعیین کننده به ثبات و تعادل و شیرازی نظام تو همه زمین ها تو این مراحل وارد شده تو زمین اقتصادی اجتماعی شما نگاه کنید پس رفت داشته انسجام درونیش رو از دست داده با حذف جناها چهره بین المللی به اصطلاح تنظیمی که الان با رژیم در ارگان های بین المللی میشه شما اینو نگاه کنید اینا خودشون نمونه های فراوان ما براش داریم اینا همه نشون میده که رژیم نتونسته راهی به جلو باز کنه و هیچ قیامی رو منکوب و زمین گیر کنه پس این قیام ها همشون به صورت آتش زیر خاکستر باقی موندن و در مراحل بعد شعله رادیکالتر سر باز کردن یعنی یه قانون ساده شما اگه یه آتشی رو خاموش نکنید به تب در مرحله بعدی گسترش عمیقتر و گستردهتری خواهد داشت به این اعتبار است که ما فارغ از اینکه بگیم کی کجا یا چطوری سر چه موضوعی مثلا تخم مرغ بنزین یا چه موضوعی این قیام جرقه میزنه ولی این در راهه به طور طبیعی این قیام ها هر روز رادیکالتر خواهد شد آتشینتر یه جای دیگه سر باز میکنه اینم که اشاره کنم خیلی الان دنبال بازی های مسخری هستند بازی هایی که رژیم پسنده از قبیل بحث های نافرمانی مدنی یا خشونت پرهیزی این روند جایی برای این طرفنده باقی نمیگذاره مسلما تو فاز بعدی قیام این کانون شورشی هستند که با اقبال اجتماعی روبرو خواهند شد گسترش پیدا خواهند کرد از این رو من میخوام بگم و تکرار میکنم که این رژیم بعد از قیام 401 با اون تهاجم آتشینی که مردم داشتن دیگه تعادل قبلی را نداره و شما کافیست نگاه کنید به منحنی حرکت رژیم تو کل وسلا برخوردش با بحران ها در هیچ زمینه کمترین پیشرفتی نداشته الان به روندش رو به سقوط،, سقوط هستش و ما پیشروی های شورشی را هم در صحنه میبینیم بله آی پارسا چرا میگیم که خامنه ای تا وقتی زنده و در حکومت از هژمونی دست بر نمی داره و قدرت خودش رو با هیچ کسی تقسیم نمی کنه و تا آخر هم سرکوب می کنه و این سوال خوبیه دلیلش هم اینه که ماهیت این نظام نظام پلید ولایت فقیه و شخص خود خامنه ای تو این سالیان خودش نشون داده خامنه ای مثل اسلافش هیچ وقت حاضر نیست از کلیت حکومت کوتاه بیاد و به سادگی این قانون حفظ تقسیم قدرت در نظام دیکتاتوری لاجرم به سرنگونی نظامش منتهی میشه به همین دلیل خودش میدونه و ما هم اشراف داریم که حکومت ولایت فقیه مثل یه بادکنکی یعنی بادکنک هیچ وقت تقسیم شدنی نیست کوچکترین شکافی بهش منجر به از همپاشیدن این ساختار میشه به این اعتبار هستش که ما میدونیم خامنه ای در داخل خارج نظامش فقط و فقط یک مسئله داره یک صورت مسئله اونم حفظ نظامشه و نگه داشتن هجمونی خودشه به همین دلیل هر به اصطلاح کاری هم که میکنه به اصطلاح یه دوده دم و تبلیغاتی و به اصطلاح غیر واقعیه. و هر کاری میکنه برای سرکوبه حالا چرا سرکوب میکنه تو این 44 سال هم خود خامنه ای نشون داده که اگر یک کلمه کار غیر از سرنگونی انجام بده برای به صلاح بقای رژیمش خطرناکه یعنی اگر کوچکترین آزادی ها بره شکاف در حکومت شه به همین دلیلم هم هستش خودش میدونه اگر سرکوب ازش بگیرن ریل سرنگونی را به سرعت طی خواهد کرد به همین دلیل از سرنگونی مطلق دست بر نمی داره یعنی اگه به گذشته هم اشاره کنیم خود خامنه ای هم به درستی در سای قیام پنجا هب و سرنگونی شاه و اشراف داره و میدونه کوچکترین شکاب توی سرکوب دستگیری ها منجر به ریل سرنگونیش میشه به همین دلیل هم هست که پاسخ تمام به اصطلاح حرکت های مردمی را با سرکوب میده و ما هم در مقابل میدونیم که پاسخ این سرکوب ها قهره جامعه هم هر روز رادیکالتر و آتشینتر جلو این سرکوب ها خواهد ایستاد و گام برمیداره بله به عنوان سوال آخر میخواستم از شما بپرسم با توجه به تمامی نکاتی که صحبت کردید چه جنبندی میتونیم بگیریم از صحبتهایی که کردیم و چه نتیجه ای می میتونیم بگیریم بله یه جمعنی مختصری بخوام رو چند محور صحبتهایی کردم بکنم میتونم اینجوری خلاصه کنم که اولا رژیم کاملا تو بمبسته یعنی هیچ راه حلی برای مشکلاتش نداره رو به جلو ثانیا در هر مرحله از قیام ها از 96 به بعد شما نگاه کنید کل حاکمیت نظام ضعیفتر شده و تعادل قبلی را نداشته در مقابل موضوع سوم که میتونم اشاره کنم شرایط عینی و جوشان جامعه است که هر روز گسترش پیدا کرده و همین روزها همین اعتصاب کارگری را شما اگه نگاه کنید همین گسترش رو نشون میده اگر محور چهارم جنبندیمو بخوام اینطوری اشاره کنم براتون این قیام ها گسترده تر رادیکالتر رادیکال تر از مرحله قبلی همونطور که تو 401 دیدیم و خود رژیم هم به آمار به اصطلاح اشاره داره خودش نشون داده داره پیش میره موضوع پنجم هم که بخوام نتیجه بگیرم این سرنگونی محتومه با این تعادلی که وجود داره رژیم هیچ گریزی نداره این موضوع را سران نظام خودشون توی به اصطلاح رسانه هاشون مستمر از آن دارن و اعلام و وحشت میکنن موضوع بعدی که بخوام جمع بزنم ما این رژیم میشناسیم تو این چهلو اندی سال دیدیم تا آخر سرکوب میکنه خامنه ای زمانی که نتونه یا به هر دلیل بخواد سرکوب نکنه این در حکم سرنگونیشه و قوانین سرنگونی بهش حاکمه و اون موقع سرنگونی جلوی خامنه ای رو خواهد گرفت موضوع هفتم هم که میخوام اشاره کنم خامنه ای تا وقتی که زنده است از هژمونی و کلیت نظام دست بر نمیداره و با هیچکی تقسیم نمیکنه اینه تو همه این سالی ها نشون داده هر رقیبی هم جلوش بوده سرش کرده زیرا و کلیت نظامش تا اینجا حفظ کرده و خواهد کرد این هفت محوری بود که تو این بحث به نظر قابل توجهه و باید در نظر داشت و به همین دلیل هم هستش که باید گفت به زودی رژیم در مرحله سرنگونی هست و باید آماده مرحله به اصطلاح دوران سرنگونی بود با تشکر از شما بله با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید